سلام دوستان خوبم، انشالله این دو سه روزم بگذره برگردیم سر اوضاع احوال عادی. به خاطر یک نمیدونم خودخواهی بگم طمع ورزی گروهی از اصلاح طلبان یا خاتمی چی ها و قدرت مردم فریبی که دارن، اگرچه الحمدلله نسبت به سالهای قبل خیلی قدرت مردم فریبیشون کمتر شده، ولی چون هنوز نسبت به رقبای اصولگراشون این خاتمیچی ها قدرت فریبکاری بیشتری دارن، ما هم ناچاریم پا به پای تلاش اونها برای فریب دادن مردم ما هم تلاش اون رو بکنیم که تبلیغات فریبکارانه و در واقع مردم ستیزانه شون رو، چون هر چی کاری که به نفع حاکمیت انجام بشه ستیز با مردمه، ما هم ناچاریم تلاش بکنیم در حد خودمون، در حد توانمون، در حد نفوذ کلامی که ممکن هر کدوم از ما داشته باشیم، باید تلاش بکنیم اون تلاش های خاتمی چی ها رو خونسا کنیم. اگر اونها در انتخابات نبودن به گمانم نیازی نبود که اینقدر ما مزاحم دوستان بشیم، صحبت کنیم، وقتشون رو برای این موضوع بگیریم. مسئله بسیار مهمتری در کشور هست که از این بازی مسخره که اسمش انتخابات گذاشتم خیلی مهمتره، ولی متاسفانه عرض میکنم به دلیل اینکه در مقایسه در برابر اصولگرایان این خاتمیچی ها توان فریبکاری بیشتری دارن، ما هم باید تلاش مضاعف کنیم که تلاششون رو خونسا کنیم. یکی از مسائلی که حالا امروز ما دیروز شما مطرح بود، سخنرانی ظریف در مشهد بود. مثل جاهای دیگه که سخنرانی میکنیم مش این اراذل وابسته به جلیلی، حالا یا بازارگرمیه یا واقعیتش، من فکر میکنم بخشش هم دیگه طبیعیه، نباید اینطور فکر کنیم که تمام این کارها نقشه هماهنگ همه کارهاشون رو ستاد جلیلی و ستاد پزشکان هماهنگ میکنن. واقعیتش اینطور نیست، حتما یه سری خودسری ها و آتش به اختیاری های وجود داره و معتقدم این لات و لوت های حرام لقمه ای که میان عربده میکشن از ستاد جلیلی هن واقعا، و فقط هم این نیست که بخوان سخنرانی رو به هم بزنن. پیشاپیش دارن میگن که اگر رئیس جمهوری بیاد که هماهنگ با ما نباشه آسایش نخواهند داشت، طرفدارانش، همراهانش، همکارانش، خودش. این فقط تلاش برای برهم زدن میتینگ انتخاباتی نیست، یک تلنگر، یک هشدار برای فردای بعد از پیروزی فرضی پزشکیان. خب حالا در کنار این لاتبازی که اراذل طرفدار جلیلی انجام دادن، یک نکته ای رو ظریف اشاره کرد که اولین بار هم نیست، در سال 1396 و سال 1400 هم انجام شد که اون سال به عنوان هدایای آستان قدس می بردن در خانه روستاییان، حالا یه محموله از نمیدونم آذوقه می بردن همراه با عکس رئیسی به عنوان سید محرومان. حالا خیلی هم کار نکرد، ولی شاید هم مثلا 15-16 میلیون رأی که در سال 96 گفتن که رئیس آورده بخشش متأثر از همین بود. حالا دوباره داره تکرار میشه، این بار به نام جلیلی در روستاها میبرن، اینطوری که ظریف میگفت کارت هدیه 300 هزار تومانی از طرف جلیلی میدن به مردم. من از مردم میخوام که حتما اگر هر کس کارت گرفته قبل از انتخابات بره استفاده کنه، چون اینها این شارلاتان ها بعد از انتخابات میبندن جلوی این کارت ها رو، مطمئن باشید که عمل نخواهد کرد. برید هر چی میخواید استفاده کنید، شاید حالا به خاطر این حرف منظرم این کارت های شما بیمه بشه و قابل پرداخت باشه، ولی احتیاط اینه که برید کارت ها رو تا قبل از انتخابات مصرف کنید. اما این حرکتی که اینها انجام دادن یک اعترافش همراه با وقاحت، یعنی اینکه میدونن وضعیت بسیاری از مردم در حدی از فلاکت هست و بعضی از مردم انقدر نیازمند هستند که با پول نیم کیلو گوشت میشه رأیشون رو خرید، که حالا این کار خلاف قانون، خلاف اخلاق، نمیدونم سوء استفاده از امکانات، سوء استفاده از بیت المال، اینا همه سر جای خود که اینا عادت دارن. مگه تلویزیون تو همین مناظره ها نشون نداد که کاملا در اختیار باند جلیلیه؟ یعنی با وقاحت این کارو میکنن. من نمونه‌اشو بهتون بگم برای اینکه بدون تلویزیون چیکار میکنه.
اینقدر حرفهای مسخره در داردست جلیلی هست، از جمله اون یکی از مشاوران نزدیک اقتصادیش عبدالملکی، همون کسی که میگفتش که با یک میلیون تومان میشه شغل ایجاد کرد، با تزریق 300 میلیون دلار ارز به بازار میشه دلار رو 15000 تومان به مدت 3 ماه نگه داشت. این مجری که امشب سوال میکرد از جلیلی و پزشکان یک کلمه از این حرفا نپرسید، اما اینکه یکی از مشاوران پزشکان 6 سال پیش کدام حرفو زده میپرسید. یعنی تو همه کارها اینها هیچ عبایی ندارن و هیچ شرمندگی ندارن که بخوان سوء استفاده کنن از امکانات حکومتی به نفع کاندیدای مورد نظر خودشون. این کارم عرض میکنم هم سال 96 انجام دادن، هم سال 1400 از امکانات عمومی استفاده کردن برای تبلیغ برای رئیسی. اما این کارت 300000 تومانی معنی مشخص داره، یعنی اینکه خودشون قبول دارن وضعیتی بر مردم تحمیل کردن، انقدر سفره‌های مردم خالیه، اونقدر عده‌ای از مردم نیازمند هستن که اینها تصور میکنن با 300000 تومان میشه رأیشون رو خرید. من یقین دارم خیلی از افرادی که این کارتو گرفتن رأی نمیدن، مگه پیشاپیش شناسنامه‌شون رو گرفته باشن برده باشن، یا مثلا حالا به یه شیوه دیگه اطمینان حاصل کرده باشن. وگرنه بسیار از افرادی که این 300000 تومان رو میگیرن خب میفهمن همینها عامل بیچارهگیشون هستن، همینها عامل فقرشون هستن و رأی نخواهند داد. اما کثیفی کار اونها علاوه بر غیر قانون بودن، این وقاحتشونه که نشون میده خودشون میفهمن با پول نیم کیلو گوشت، یا حداقل تلقیشون اینه که با پول نیم کیلو گوشت میشه رأی مردم خرید. و کدام اعتراف بالاتر برای فساد و ناکارآمدی و وقاحت و کثافت و نجاست یک حکومت که قبول داشته باشه رأی 4 سال آینده یک نفر رو میشه با نیم کیلو گوشت خرید؟ واقعا ننگ بر خمینی، آتش به گور خمینی میفته که کشور رو به این روز انداخت، و ننگ بر خامنه ای، لعنت بر پدر و مادرش که یک همچین موجود خبیثی رو سربار جامعه کردن. اینی که من میگم مبنای دینی داره ها، میگن کسی که اولاد ناصالح داشته باشه لعنت برای خودش میخره و کسی که اولاد صالح داشته باشه رحمت برای خودش میخره. اینی که من گفتم از خودم نیست، از مبنای دینی داره. واقعا لعنت بر پدر و مادر خامنه ای که یک همچین بیمار روانی رو به این جامعه تحمیل دادن. ولی واقعا امیدوارم طرفدارانشون، اونهایی که حالا شاید مثلا در مقایسه با دیگران تصور میکنن جلیلی بهتره یا خامنه‌ای بهتره، ببینن که خود حکومت قبول داره، طرفداراش قبول ندارن شاید که اینقدر فلاکت هست، اگر شاید بعضیشون اینطوری باورشون نمیشه. اما این کاری که انجام شده 300000 تومان، و امروز هم وقتی که پزشکیان در تلویزیون اشاره کرد جلیلی حاضر نشد تکذیب کنه، چون اگه تکذیب بکنه خب فردا اون کسی که آذوقه رو گرفته میگه پس به جلیلی ربطی نداره. اینا همه این کارو کردن که مردم رو فریب بدن. خب یه همچین کاری که نشون میده اینها چقدر از امکانات به نفع شخصی خودشون استفاده میکنن. حالا تازه رئیس جمهور نشده، حساب کن اگه رئیس جمهور بشه چه میکنه. اونورش هم همینه، فکر نکن اونورش هم حالا ممکنه شخصی یه نفر تفاوت داشته باشه، اما جناح سیاسی هر کدوم هر وقت از هر امکانی که داشتن سوء استفاده کردن برای خودشون. ولی نکته مهمش عرض میکنم برای طرفدار حکومت، یه خود رو این فکر کنید، اینکه خود حکومتی ها تصور میکنن چون ستاد جلیلی ریاستش با معاون رئیسیه محسن منصوری، حقباز شارلاتان که اولین خاطری که مردم ازش دارن در سیل امامزاده داوود، برید ببینید برخورد با مردم چجوری میکرد، اون موقع فرماندار تهران بود، ببینید چجوری برخورد میکرده. اون آقایی که معاون رئیسی بوده و الان رئیس ستاد انتخابات جلیلیه بر این باوره که با نیم کیلو گوش میشه رأی مردم خرید. اعتراف از این بالاتر و ننگ از این بالاتر برای حکومت خامنه‌ای دجال و خمینی آتش به گور افتاده؟ وقت شما مردمی که طرفداری میکنید اعتراف، میگم این کار یک اعتراف دیگه، شاید طرف فکر میکنه که با 300000 تومان که به یک خانواده میده، این که الان برای کار خیر نیست، کار خیر دولت بودجه داره، از دم به همه 300000 تومان پول میداد، چرا در خونه میبرن با عکس جلیلی این کارو میکنن؟ پس برای هدف انتخاباتی، یعنی فکر میکنن رأی مردم دارن میخرن. با چی؟ با 300000 تومان. 300000 تومان یعنی چی؟ یعنی پول نیم کیلو گوشت. طرفداران حکومت، اعتراف حکومت رو ببینید، بیش از این خودتون رو آلوده دفاع از یک حکومتی در این حد از فساد و افتضاح و تباهی و ناکارآمدی که همچین فلاکتی بر مردم حاکم کرده، دین و دنیای خودتون رو نفروشید. موفق باشید.